بسم الله الرحمن الرحيم. وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيد الخلق محمد رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. بزرگان محترم، جوانان عزیز و هموطنان گرامی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. موضوع امروز ان شاء الله پیرامون اهمیت و ارزش مشوره در اسلام است. چند الفاظ و مشوره مرادف است. لفظ نصیحت، خیرخواهی، انتقاد و مشوره الفاظهای هستند که با یکدیگر ارتباط محکم دارند. بدون شک مشوره در اسلام از جایگاه خاصی برخوردار است. ببینید که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم با وجودی که ارتباطات اونها با وحی الهی است، ولی در جایی که وحی الهی نازل نمی شود، خداوند جل ذکره و حبیب خود امر می کند که با یاران خود مشوره کن، با یاران خود مشوره کن. و همچنین در قرآن پاک سوره ای داریم به نام سوره مبارکه الشورا، به نام شورا و مشوره. بنابراین در اسلام مشوره یک اصل اساسی است در تمام کارها. در جایی که به مشوره ضرورت باشد، چرا که اعمال انسان به ارتباط آینده و به ارتباط جواز و عدم جواز سه نوع است: فعل نامشروع، فعل مشروع و فعل که انسان متردد است. فعل مشروع ادای نماز، ادای زکات، اصلاح در مابین مسلمانان و همچنین کار نیک، تأسیس مسجد، کمک به فقرا و مساکین، این همه افعال مشروع است. در فعل مشروع و در فعل که در او اجر و ثواب و عبادت است، انسان به مشوره ضرورت ندارد. ولا ما یک سال شده است که قصد دارم یک مسجد را تأسیس کنم به نام خداوند و منتظر هستم که چند تن از دوستای ما در خارج هستن بیان مشوره بتن که همی کار بکنیم یا نکنیم. میخوام عمره کنم، ولی یک چند از مشاورین ما، از دوستای ما فعلا تشریف ندارن که از وا مشوره بگیم که اجازه میتن یا مشوره میتن یا نه. میخوام حج بکنم، در حالی حج بالش فرض شده. در این نوع افعال به مشوره ضرورت نیست. و همچنین افعال نامشروع، ما میخوایم که یک مبلغی را فلانی برم شیرینی آورده است، خب معنای شیرینی خودتان میفهمین، این از جمله صفاتای پیشرفته رشوت هست. شیرینی آورده است یا تحفه آورده است، ولی دوستایم نبودن که امرایشان مشوره بکنم که بگیرم یا نگیرم. بنده خدا در ارتکاب جرم و جرائم، در ارتکاب معصیت از مشوره ضرورت نیست، چرا که او را دین تحریم کرده است. در جای انسان مشوره میکند،
که آینده به انسان متردید است، یعنی مجهول است، معلوم نیست. آینده مجهول است. میخوام ازدواج بکنم. ازدواج کاری خوب است؟ ازدواج کردن با مشوره ضرورت نداره. الحمدلله مسلمان هستی، توان مالیت خوب است، توان صحیت خوب است، ازدواج بکن. اما در انتخاب میخوام مشوره. اینجا جای مشوره است. در فلان قریه فامیلی هست، دختری دارم، میخوام که به بچه خود بگیرم، ولی شناخت نداریم. در اینجا مکلف است که تو با کسانی که به او خاندان نزدیک هستند با مشوره بکن، با مشوره بکنی که این فامیل چی، تو فامیلن این دختری که در این فامیل است، ما میخوایم که خواستگاری بکنیم به بچه خود، از نظر تدین، اخلاق، شخصیت، کرکتر، در چی موقعیت قرار دارد. در اینجا مشوره ضروری است. حضرت پیغمبر بزرگوار علیه السلام مرجع مشوره صحابه بودند. حضرت جابر آمد گفت یا رسول الله میخوام ازدواج بکنم در انصار، یک گروهی قوی از مسلمانان اهل مدینه. گفت آیا شناختی؟ گفت نه خیر. گفت باید ببینی و بشناسی، چرا که شناخت باعث دوام زندگی موفقانه در ما بین تن میشه. ببینید که مشوره خاص از پیغمبر علیه السلام، و پیغمبر علیه السلام برش مشوره داد. یک خانم شوهرش طلاقش داد، و یا اینکه شوهرش وفات کرد، آمد به پیغمبر علیه السلام اطلاع داد. آرام باش. به پیغمبر علیه السلام اطلاع داد. پیغمبر علیه السلام گفت که وقتی که عدت سپری شد از ما مشوره بگیر. عدت خو میفهم که وقتی خانم شوهرش طلاق میشه و 14 روز بعد انتظار بکشد. اگر حامل باشه و باردار باشد و مجردی وضعی حمل، عدتش سپری میشه. اگر مطلقه باشه و طلاق داده میشود، باید 3 عذر ماهوار سپری شد. بعد سپری شدنی عدت به خدمت پیغمبر علیه السلام آمد، گفت یا رسول الله عدتم سپری شد و چند تن خواستگاری کردن. گفت کیها بود؟ پیغمبر بزرگوار وقتی که پرسید از این صحابیه جلیل القدر که کیها بودن، گفت معاویه، ابو جهم، اسامه، فکر کنم یکی اسامه رضی الله عنه. اما معاویه فسالوکن، گفت معاویه مال و دارایی نداره، باز پریشان میشه. ببینی یه قضیه زندگی اقتصادی را ملحوظ است، نفقه تو را پرداخته نمیتونه. ابو جهم خانمه را زیاد لتوکب میکند. میبینی پیغمبر بزرگوار علیه السلام با خانم مسلمان، با زن مسلمان مشوره میده که با زنی که با مردی که سخت مزاج است با او ازدواج نکن. امروز در به در میگن خشونت فامیلی، خشونت فامیلی، خشونت فامیلی. اگر ما مشوره های پیغمبر ارشادات پیغمبری بزرگوارمان را، ارشادات دینی مبین اسلام، اگر در این راستا اگر تطبیق بکنیم، با هیچ مشکل و پرابلم روبرو نمیشه. هم اکثر جوانای ما یا سبقه ذکور و یا سبقه اناس متاسفانه تحت تاثیر عواطف می آیند، تحت تاثیر عواطف، و عاطفه با عقل سازگاری بسیار کم دارد. حب الشیء عمیق، یک چیزی را که زیاد دوست داشتی از حد زیاد به شکل افراطی که در حد عاطفه داخلش انسان کور می سازد. بنا از دو کس صرف نظر کو، شخص سوم انسان خوبی است، با او ازدواج بکن. پیغمبر بزرگوار علیه السلام مشوره می گرفتن و مشوره می دادن. دسته نهایت عزیز، کلمه خیرخواهی
و کلمه مشوره قبل از اقدام به عمل است. این باید در نظر داشته باشه. یک انسان وقتی که در کار اقدام کرد پس میاید که مشوره بگیره، اشتباه است. بلکه قبل از این که در کار اقدام بکنی مشوره بگیر. مشوره از اهل مشوره. مشوره بزرگترین امانت است دوستای عزیز. المستشار و مؤتمن، پیغمبر علیه السلام می فرماید کسی که از او مشوره گرفته می شود او بزرگترین امانت سقیل و گرنگی را به دوش خود حمل کرده است. باید متوجه باشد که مشورش دقیق باشد، برابر است که مشاوری فامیلی باشد، مشاوری شخصی باشد، مشاوری اقتصادی باشد، مشاوری سیاسی باشد، هر نوع مشاوری که مشاوری حقوقی باشد. باید بفهمد که یک حمل و یک بار سنگینی را او متقبل شده است و ای امانتی بزرگ بیجا و از آن نکن. و همچنین کلمه خیرخواهی که در زبان عربی را نصیحت میگن. پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم بر روایت حضرت تمیم داری رضی الله تعالی عنه از جمله صحابیای جلیل قدری است که افغانستان شرفی قبر حضرت تمیم با خود دارد. حضرت تمیم رضی الله تعالی عنه می فرماید که پیغمبر بزرگوار فرمودند که الدین النصیحه، دین سراپا نصیحت است. الدین النصیحه سه بار، دین سراپا نصیحت است. الدین النصیحه، دین سراپا نصیحت است. قلنا لمن یا رسول الله، پرسیدیم که به کی نصیحت ای پیغمبر خدا؟ فرمودند لله ولی رسوله ولی کتابه ولی ائمه المسلمین ولی عامته. نصیحت به خداوند، چطور تو خدا را نصیحت میکنی؟ نه، در اینجا مفهومی مشخصی دارد، یعنی عمل به احکام خداوند به اساس اخلاص. نصیحت به رسول چی معنا؟ عمل به سنت پیغمبر علیه الصلاة والسلام و راه و روش پیغمبر به اساس محبت و ایمان و اخلاص. نصیحت به کتاب خدا، چی تو کتاب خداوند ما نصیحت کنیم؟ قرآن. عمل به قرآن و قرآن پاک را در زندگی دستور العمل قرار دادن، که تمام اعمال اقوال زندگی خود به قرآن مزین بسازیم که مطابق قرآن هست. یعنی چهارم، نصیحت به پیشوایان مسلمانان، به امرای مسلمان، به حکام مسلمان، به زمامداران مسلمان. چه قسم؟ ما شما عملا میبینیم حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وقتی خلیفه میشه میگه که در جایی که راست رفتم، در جایی که راست حرکت کردم با ما همکاری کنیم. یک صحابی دستش بالا میکند میگه در جایی کج رفتید با شمشیر راستت میسازیم، در جایی که کج حرکت کردی با شمشیر راستت میسازیم. و گردنی از او را قطع نکرد، خوش شد و با او دعای خیر کرد. اکابر اسلام، خلفای اسلام، همگی منوالشان همین که مشاورینی با خود داشت. و در اونجا انسان وقتی که نصیحت میکند با یک انسان سری از این با صحبت میکنیم انشاءالله که چه صفتی را دارا باشد انسان نصیحت کننده، نو چه صفتی باید باشد. قبل از همه چیز باید ثابت بکند که من خیرخواه تو هستم. تو در یک موقف قرار داری به منزله راننده، اگر تو اندک انحرافی در مسیر رانندگی از پیش تو سر بزند همگی از بین می روی. متوجه باش، فکرت باش، کج نش، سرک ای طور است. این نصیحت می گیرد، نصیحت برای ائمه پیشوایان، امرا، حکام، زمامداران مسلمان ها. چه قسمی که علما و فقهای اسلام در هر دور
و در هر زمانه در پلوی هر خلیفه اسلام و زمامدار اسلام مشاورین از علما قرار داشت، صراحتا برشان مشوره می دادن، مجامله نبود، مشوره ها خرید و فروخ نمی شد، شکل تجملی و تظاهر نداشت. هارون رشید مشاورش وقتی برش مشورت نصیحت کرد، گفت دیگه، گفت زید دیگه مشوره، دیگه نصیحت، با دوم، با سوم، با چهارم، وقتی که از ترس خداوند، از بزرگ بودن مسئولیت صحبت میکنه هارون رشید، چیغ زد به زمین، افتید بیهوش از ترس خدا. تأثیر هم در زبان نصیحت کننده هست، اصلا او به اساس معاش و تنخواه مشاور نیست. ببینیم تا چقدر مسائل مهم مشاور است، ولی متاسفانه معاشم از 12,000 دلار بیشتر نیست. ای چی مفهومی داره مشاور؟ یعنی چیز در پشت سر دریور ششتگیست، وقتی که کمک منحرف میشه، فکر باشه اوی اتیاد پشت سر پیلوت اتیاد خود نیاید، پشت سر ملاح یا کشتیران در وقت کشتیرانی مردم غرق نکنی، متوجه باش. او میفهمه که واقعا که ای مددگاری ما هست. پیغمبر محبوب صلی الله علیه و سلم میفرماید اذا اراد الله بامیر خیرا، وقتی خداوند جل ذکره با زمامدار اراده خیر بکند، به زمامدار اراده خیر بکند، جعل له وزیر صدق، برای او مشاور صادق و راستگو پیدا میکند و در پالویش قرار میده. نقشی از این چیز، این مشاور صادق و راست و امین، نقشش چیز؟ پیغمبر علیه السلام میفرماید این نسیه فذکره، این نسیه فذکره، اگر کار خیر از یادش میرود یادش میآورد، و این ذکر عانه، اگر کارهای خیر در یادش باشه و اقدام میکند به کارهای خیر، او را کمک میکند. و اذا اراد الله بامیر غیر ذلك، اگر خداوند جل ذکره به انسانی، به زمامداری از این نعمت او را اگر محروم بسازد، جعل له وزیر سوء، مشاور بد، ان نسی لم یذکره و ان ذکر لم یعن، اگر کاری را فراموش بکند کاری خیر یادآوری نمیکند. چرا؟ او در غم پر کردن بوجی خود است، در غم شکم خود است، فقط چاپلوسی تملق حاصل خیر خیریتی است، الحمدلله، همه گل و گلزار، همه شب و روز بر دعا میکنند سید. و این ذکر، اگر کاری خیر را بخواد اقدام بکند زمامدار مسلمان، او کمکش نمی کند، بلکه صد واقع می شود. چقدر زیبا فرمان پیغمبری بزرگوار صلی الله علیه وسلم. می بینیم با اساس مشوره ها پیغمبری بزرگوار علیه السلام گاه گاه از موقف خود منصرف می شود، در جایی که وحی الهی نیست و می خواهند که کاری انجام بدن و موقف می گیرن، مشاوری دست خدا بالا می کند، یا رسول الله صلوات الله و سلام علیک، آیا برتان دی باره وحی از آسمان آمده است؟ میگه خیر، اجازه تان باشه. اصلا خیر در دیگه طرف است. طور مثال در غزوه بدر پیغمبری بزرگوار علیه السلام با 313 تن از مجاهدین برحق اشتراک داشت، از او طرف بیشتر از 1,000 لشکری جرار مکه در حالت رسیدن است. بالاخره جایی را انتخاب میکنه رسول پاک صلی الله علیه و سلم به خاطر کمین و سنگر. یکی از صحابه کرام دستش بالا میکنه، میگه یا رسول الله، دی باره وحی از طرف خداوند برتان آمده است، و یا به اساس فکر و تدبیر جنگی اینجا را انتخاب کردیم؟ میفرمایند که نه خیر،
به اساس فکر و تدبیر جنگی و عسکری اینجا را من انتخاب کردم. میگه وقتی که تر باشه قربان، اینجا مناسب نیست، در اینجا محاصره میشه، اونجا را بگیریم. نقطه بسیار استراتژی محکم عسکری است که در اون نقطه کمین بگیریم، سنگرای خود محکم بسازیم، پیروز است. پیغمبری بزرگوار صلی الله علیه و سلم چقدر خوشحال میشوند و نمیگن تو کی؟ میفهمی که ما پیغمبر هستم؟ نه خیر، تو کی؟ نه، بسیار براحت و بسیار بخوشی از اینجا فوج قمانده میتن و نقطه ای که صحابیشان پیشنهاد کرد در اونجا سنگرای خدا محکم میتن. وقتی که تشریف میارن به مدینه، مردم مدینه، قسمی که مردمایی که با تاکی انگور و انگورکاری سر و کار دارن، مردمایی که باقیات دارن، یکی خوبتر میفهمن که در ماهای حوت و گاگا هم از طرف موسم خزان درختها قلم زده میشن. این در زبان عربی تعبیر میگه و کانو یعبرون النخله، مردم مدینه درختای خرما را قلم میزدن به خاطر تقوی درخت و کثرت میوه. سال که تشریف آوردن فرمودن که بگذارین امسال قلم نزنین، ببینیم چطور میشود. بالاخره حاصل خرما کم بود و به حضور پیغمبر علیه الصلاة و السلام آمدن و عرض کردن که یا رسول الله صلی الله علیه، امسال حاصل خرما خیلی کم است. فرمودن انما انا بشر مثلکم و انتم ادرا به امور دنیاکم، در امور دنیاتان خوبتر شما میفهمید و مثل شما ما بشر هستند در این چیز. اونا عکس العمل نشان نداد، از موقف خود صرف نظر کردن. دستای نهایت عزیز، اینا همه راهنمایی های اسلام از پیرامونی نصیحت و پیرامونی مشوره. بناهن در گرفتن مشوره نباید انسان تکبر کنه و در دادن مشوره نباید انسان بخل بکند. وقتی که میبینی برادری مسلمانت به مشوره ضرورت داره، بخل نکن، برش مشوره بده و او هم نباید ایبا ورزد. من سری کلمه انتقاد و یا کلمه نقد، انتقادات معمولا بعد از وقوع عمل صورت میگیرد. انتقادات معمولا بعد از وقوع عمل، با عبارت دیگر بعد از وقوع اشتباه صورت میگیرد. طور مثال یک انسان کاری کرد و اشتباه کرد، در اینجا چی نو راهی را در پیش بگیریم تا اینکه برادری مسلمان خود توجیه بکنیم؟ این انتقاد میگن. و انتقادات هم دو نوع انتقادات وجود دارد دوستای عزیز، و یکی ناقد است انتقاد کننده و یکی منقود علیه است، کسی که بر بالای از او انتقاد شده است. در اینجا اسلام عزیز بهترین نمونه را به ما معرفی میکن. وقتی اشتباهی از پیش انسان سر میزند و تو انتقاد میکنی، میبینیم که انتقاد کننده هدفش چیست. هدف انتقاد کننده خیرخواهی است، هدف انتقاد کننده کمک است، هدف انتقاد کننده یاری است به برادر مسلمانش. چرا؟ غرق شد. کسی را که وقتی میبینی که غرق شده است، فورا مسئولیت و مکلفیت و تیسته که تو به طرفی از او بشتابی تا او را از غرق نجات بدی. اینجاست دستای نهایت عزیز که انتقاد وقتی که میکنی متوجه باش که از خود شروطی دارد. اولا هدف چیست؟ برادر مسلمانت اشتباه کرده است، اشتباهی برادرت برش متوجهش بساز، در محضر عام نه، در محضر عام نه. بازم میریم به رسول الله صلی الله علیه و سلم. گاگا اشتباهات اشتباهات اختیاری می باشد و گاگا اشتباهات اشتباهات غیر اختیاری و طبیعی می باشد در انسان ها. در جایی که اشتباهات اختیاری سر می زد از یارانشان، یک کس مرتکب اشتباهی میشد، گپی از پیشش، حرفی از پیشش، سخنی از پیشش، فعلی از پیش سر میزد که با ارزش‌های اسلام با اصول اسلام در تناقض بود، پیغمبری بزرگوار استادش نمیکرد ما بین مردم. او استاد چو؟ چرا این کار کردی؟ نه خیر، قطعا
رو به رو به کسی در زندگیشان انتقاد نکردن. شخصیت هر انسان پیغمبر بزرگوار احترام کردن. طور مثال اگر اشتباهی از پیش کرد سر میزد، در وقت صحبتشان، صحبت عام با مردم میفرمودن غالبا ما بال اقوام یفعلون کذا و کذا. چطور یک تعداد مردمای هستند که ببین یک تعداد مردمای هستند که این چنین کارها را میکنند. زیبایی کلام ببینید، حتی گاگا یک نوع خطای طبیعی که از کسی سر میزد، در یکی از مجالس تعدادی از یارانشان بود، یک کس متوجه باشه که بفهمیم دینه، یک کس وضوش شکست ولی معلوم نبود که کیست، علائم و قرائنی وجود داشت در مجلس که وضوی کسی نقص شده است. خب پیغمبر صلی الله علیه و سلم بدون شک از طریق وحی الهی میتوند که بگه فلانی برو وضو، ولی نه. و در این مجلس هم مردم، کسی که صاحب خانه بود و میمان کرده بود رسول الله علیه صلی اللہ را با یارانشان، در اینجا گوشت شتر پخته شده بود، فرمودن در آخری مجلس وقتی که خلاص مجلس، گفت که من اکل من لحم الجذور فلیتوضع، کسی که از گوشت شتر نوش جان کرده باید وضو کند. قربان شوم یا رسول الله، چقدر عزت و کرامت انسانی پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم مطرح. کجا هستی که از دست ای امتی گمراه بار دیگر گرفته به جاده شریعت سوق بدی؟ بله سنت زنده است، کتابی تو که به تو نازل شده زنده است، ولی ما راه را گم کردیم، گای شرق و گای غرب. میبینین دوستای عزیز، قسم به ذاتی که کائنات پیدا کرده است، تا به وقتی که اخلاق محمدی در قیادت ها زنده نشود زمین جور نمیشد، کره زمین جور نمیشد. ببینین که یک انسانی که از پیش یک اشتباهی طبیعی شد به خاطر حفظ آبروی عزتی یک فرد همه را بالایشان حضور فرمان دادن که کسی که دهی دعوت از گوشت شتر نوش جان کرده باید وضو کنه، همه رفتن وضو کرد. معلوم نشد که کی بود، معلوم نشد که کی از پیشش خطا سر زد. این هست طریق نقد و انتقاد سازنده و سالم. وقتی اشتباه از پیش برادر سر میزند، نباید که اولا به شخصیتی از او تعرض بکن، نباید که در پیش روی مردم را استاد بکنی او اینمی است، اما کسی که مرتکبی همی گناه شده است اینمی آدم است، تو چرا اینطور کردی؟ تو چرا اونطور کردی؟ تو چرا؟ از شیوه اسلامی و از اخلاق محمدی دور است. یک. دو، باید با الفاظی در یک گوشه از دست برادری مسلمانت گرفته اگر امکان باشد با شیوه بسیار زیبا، تا این که او آدم در پیش تو حتی احساس حقارت نکنه. اشتباهی از پیش تر زد بگو که بسیار ببخشید، فکر کنم که من غلط فهمی شد، یا شما در یکی از مجالس در صحبتتان همچنین اشتباه از پیشتان سر زد، و یا این که در حرکاتتان و سکناتتان همچنین اشتباهاتی را، من نمیفهم که من اشتباه کردم یا واقعیت، خدا کنه واقعیت نباشه. حضرت امام حسن و امام حسین رضی الله تعالی عنهما در یک جا تیر میشوند، دیدن که یک نفر وضو میکنه، وضو خود غلط وضو میکنه. خیا کیستن؟ نواده های پیغمبر بزرگوار، کسی که در داستان دسترخوان نبوت تربیت شده. حسن به حسین گفت که چطور کنیم این کاکاخو، اگر بگیم برش یا خجالت می شود یا شاید یک نوع احساس حقارت چون کلان سال است. خب ظاهرا اینا با یک دیگر یک مسئله را به شکل اختلافی بحث کردن،
گفت کاکا جان ما هر دوی ایمان از شما یک مشوره میخواییم که در مابین ما فیصله بکنیم. گفت چه گپ است؟ گفت که من میگم موضوع ای طور است و ای بیادرم میگه موضوع ای طور است. شما یک دقیقه نمیجا صبر بکنید که من هم موضوع میکنم بیادرم هم موضوع بکنه که موضوع کدام من درست است. حسن موضوع کرد. حسین بعد از او موضوع کرد. موضوع هر دوش یک قسم بود. گفت که بچه هایم بسیار ببخشین که موضوع هر دو تان سعیست موضوع ما غلط بود است. میبینیم؟ این هست روح انتقاد. انتقادی که واقع هم هر مسلمان به او ضرورت داره. تو عکس العمل نشان ندی. چنین انسانی که به تو از دستت میگیره و خطایی تو را به تو توجیه میکنه. من عرف علمنی حرفا فهو مولایا. کسی که یک حرف به تو رهنمایی میکنه او مولای تو است، استاد تو است. و گاگا انتقادات سازنده و انتقاداتی که به اساس اخلاص استوار است و در او اشتباهات انسان به شکل درست به انسان گفته می شد، اون معلم از تمام مزامین دیگر به تو فکر باشد مؤثرتر است و او را آینه خود قرار بدی، او را مشاور خود قرار بدی. المؤمن و مرآة المؤمن، مؤمن آینه مؤمن است که در او خدا می بیند و چون پاک است هر جا گرد و غباری که در خودت باشد در او می بینی، اشتباه خودتو درک میکنی. دوستای عزیز، بناهن این شروطی انتقاد است. هدف انسان اصلاح برادری مسلمانش باشد. هدف انسان متوجه ساختنی برادری مسلمانش به اشتباهاتش باشد. در پیش روی مردم به عزت و کرامت برادری مسلمان خود تاخت و تاز نکند و به شکلی به او بگوید که او احساس نکند که این ادعای فهمی بیشتر از من میکند. به شیوهی بسیار زیبا، مقبول و سازنده. خب نقش انتقاد شونده چیست؟ در این حالت نباید که تو سرکشی بکنی و سرپیچی بکنی. تو کی؟ چه کار داری؟ تو ربا ما چی؟ نماز نمی خوانم تو ربا ما چی؟ روزه نمی گیرم؟ شراب می خورم تو ربا ما چی؟ تو چه کار اگر؟ ببینی که متاسفانه ای فرهنگی ناپسند و این خصلت نادرست در سرزمین ما و شما هست. کسری از این صحبت میکنه. انتقاد تخریبی، متوجه باشید، یکی انتقاد اصلاحی شد و یکی انتقاد تخریبی. انتقادات تخریبی متاسفانه در کشور ما چیزی از خود داشتیم و چیزی هم با ما دموکراسی غرب به ارمغان آورد. بزرگترین ظلمی است که در حق مسلمان میشه در انتخاباتها آبرو نمیماند، توجه هستی؟ عزت و کرامت نمیماند. بالای عزت انسان تاخت و تاز، بالای کرامت انسان تاخت و تاز، فقط به خاطر از اینکه این را تضعیف بکند تا خود به کرسی برسد. اگر کسی که در پالویش قرار میگیرد، کسی که در پالویش قرار میگیرد از تمام عیوب اگر پر باشد او بهترین انسان است. اگر کسی که در مقابلش قرار میگیرد اگر تابترین شخصیتی روی زمین باشد او بدترین انسان معرفی میشد. و هدف رسیدن به چوکی. رقابت های ناسالم، حتی امو کسانی که به ما ای ارمغان فرستادن او خود به این اندازه افرادگری نمی کنن، از حد خود تجاوز نمی کنن. اینجاست دوستای عزیز که باید فرموده علامه اقبال رحمه الله که در باره همچنین ارمغان خانمانسوز و خصوصا در یک کشوری که هنوزم از پیکری از او خون جاری است، زخمه ها را تازه ساختن، محکمه ها، ما کامیاب شدم تو ناکام شد، پروپاگنده ها، دشنام، توتیاها، علت چیست؟ ای به چوکی رسید و این نرسید. چقدر مصاریفی بیجا، چقدر مصاریفی گزاف به خاطری که باری دیگه ای به چوکی برسونه. دلار بیشتر مصرف میکرده که میرسید. قضیه شخصیت نیست،
قضیه قضیه معنویات نیست، قضیه قضیه شروطی که قرآن و سنت برای یک وکیل، یک وزیر، یک پادشاه و یک مسئول به ما معرفی کرده است او نبوده است، بلکه قسمی که اقبال میگه دیگه چیز است. اینجا گریز از طرز جمهوری غلامی پختکاری شو که از مغز 200 خر عقل انسان بر نمی آید. 101 بدماش یک طرف، 100 دانشمند یک طرف، 101 بدماش باید حکومت بکند. این طور است. بناهن دوستای عزیز، این است نظام خدا، شریعت رسول الله، اخلاق مسلمان که متاسفانه ما بسیار چیزها را از دست دادگیست. انتقاد فقط میپاله، بیترین فرصت از فکر تا بگیر، خیال کوه بیترین فرصت دقیقا موقع بیا لست نرزی سوکه سوکو آسید زدر توائی ما چه وای را که چه وایم در تا ستا حقا رقیب ندی دقیقا پا بارا که دومر معلومات در تو پیدا کوم چه اگه بلکل پالمان تا نشی رسیدی او وزیر نشی کیده تو با وزیر شی. ای در عیجوی از میشه در مقابل یک مشپول پیسه معلومات در تو پیدا کوم، اگه معلومات چی شیدی طول تجسس او گناه. ولا تجسسو قرآن می دخبل مسلمان رور پا اکلا پا حقی عیب جوی مکوا، عیب جوی که دخبل دین و خبل وجدان و خبل اخلاق و هر سپریدی تچی او مسلمان بد معرفی که اگر طول صفات پریدی در خدای پا مخی سبا وای در اتوائی. این انتقادات تخریبی میگن که متاسفانه ما افغانها با همان افراطیتی که داریم در همه چیز، اگر دوست کس شدیم همه جان مال خود فدای از او میکنیم، اگر با کس درگیر شدیم یا من یا او، رای وساطت اینجا وجود ندارد. بریم به پیغمبر علیه الصلاه و السلام که در این باره به ما چی پیامی فرستادن و چه ارشاداتی دارن. احبیب حبیبک هونن ما، کلا چه چا سر دوستی وکی خیال که وچی پا دی دوستی که با افرادگرائی بنا کهی پا یو اندازه دوستی وکه پا یو اندازه. زکه عسا ان یکون بغیظک یوما ما، که دیشی چی او ورز حقا ستا پا خلافوش او ستا دشمنوش او بیات با پشیمانی گی وای دمرا دوستی میوار سر وکرا، دمرا قربانی میوار کرا، دمرا و دمرا و دمرا بیا با پخیمانشی. ابغض بغیظک هونن ما، در خپل دشمن سر زیاد دشمنی بنا کهی حد نه زیاد، که دیشی چی او ورز ستا دوست شی او بیا سترگی با ستا سترگی چیتوی در اغا پا مخی چشمت پایین باشد به خاطر از اینکه در حقی از او بسیار جفاها کردی. روزی می شود که خداوند او را به تو دوست قرار می ده ولی چشمت همیشه پایین است. به این خاطر است که همان طوری که دین مبین اسلام از ویژگی هاش اعتدال در همه چیز است، در روابط اجتماعی، در روابط شخصی، در همه چیز دوستای عزیز، باید ما افراط گرایی نداشته باشیم، به شکلی اعتدالانه پیش بریم. این نیست که امروز دوست وقتی که دوست شد خلاص او همه چیز است، وقتی دشمن شد هیچ چیز نیست. اسلام از این چیز ما را منع می‌کند. دوستای عزیز من سر انتقاد پذیری قبلا خدمت عرض شد که یکی از امراض ما از ما افغانها در این سرزمین به نام انتقاد پذیری. فرض کنیم که یک انسان مخلص به ما مشوره میده، انتقاد میکنه از اشتباهاتمان و او انتقادها همه درسها و همه گوهری بیش قیمت است، باعث اصلاح و تکمیل شخصیتمان میشه. ولی به ما اینطور نیست. طوری مثال وقتی که اشتباهی در مرد باشه و خانم برش بگه که پدر فلانی جان والا بسیار آدم خوب هستی، بسیار آدم خوب، بسیار ببخشین با همه احترامی که به شما دارم، ولی اینمی کارکت خوب نیست، اگر اجازت باشه من یک میکنم، یک زیاد اسراف میکنی. تو کی؟ تو چی؟ و تو کی حق دار؟ چه دقیقه حق در کرده؟ تو پویگی چی؟ زم میرم او خواهندی هم
تخزی تاک نلری چی ما توایت تستاسی و کوداسی وگر بس بس توبه میوست توبه میو شاگرد یگان وقت اگر استاد در سیم فرابرس کی در مکتب باشه در مدرسه باشه در پوهنتون باشه استاد محترم اگر اجازه تون باشه اینمی جا فکر کنم امی طور است یمی جا امی موزی که شما گفتین اگر من اشتباه نکرده باشم بسیار احترام دیر آداب سره و دریگی خپل استاز است دیر او بخیصه فکر کنم چی دقیق چی تاس اویل پدی که سن از اشتباه او زمان یا گره بی آداب بدتمیز لا حول ولا قوت الا بالله وقتی که فرهنگی ما و شما ایتور باشه تو کی؟ در جایی که ما استاز استم استاز باشه شاگر باید نفس نکشه رسول الله صلی الله علیه و سلم از او کده بزرگترین استاز در تاریخ بشریت تیر شده است بزرگترین شخصیت بزرگترین نبی امام انبیا فخر رسول فخر اولاد آدم ببینی شاگردشان میگه یا رسول الله صلوات الله و سلام علیه با اجازه خدا اگر اینجا پایین شده باشین خب من دیگه چیزی نمیگم خدا خودش خوب تر میفهمه اگر به نظری شخصیتان باشه از نظری پرابلمی از به اصطلاح اصول عسکری و نظامی همینجا مناسب نیست که سنگری ما و شما باشه فورا میگه که خیمه را انتقال بدی چرا ما انسان نمیشی؟ حوصله خراب چی؟ ولی شاگردهی وقت شاگرده دستیم بخیزه در مقابل استاد بگه که تو غلط کردی اشتباه تو اودوستی عزیز حضرت امام بخاری رضی الله تعالی عنه از جمله نوابغ سرزمین تر شده است نوابغ شخصیتی بودن که کتابی را در سنت و حدیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم جمع‌آوری کردن که بعد از کتاب خدا قرآن پاک صحیح ترین کتاب در تاریخ بشریت صحیح امام بخاری جامعه صحیح امام بخاری است بسیاری بسیار کم داخل حلقه حدیث شدن نبوغشان از طفولت بود از طفلی دارای همین نبوغ فوق العاده بودن همگی به دستشان قلم است و کتاب است کتاب چه است یا ورق است و نوشته میکنن از زبان محدث هر چی میبرایه پیش خود نوت میگیره یگانه طفل خردسالی که در سنف ششت است و یک خس در دست چست و زمین ای تو میکاوه بخار یک دم استاد متوجه گفته او طفل او بچه تو اینجا چی میکن گفتن سیبی درس میخوانه با درس آمده در حلقه درس گفت تو خوب بازی که در رئیسی قلم و کاغذت کجاست خب بالاخره گفت سیب من قلم و کاغذ ندارم گفت چند روز شده از التحاق خود به درس گفت والله اعلم یک ماه یا 20 روز از کشو گفت چقدر حدیث روایت شد خوانده شد گفت 1600 حدیث گفت در 1600 حدیث که کسی قلم به دستش نباشه و 1600 حدیث تیر شوه و چی تو دزینش گفت سید بفرمایید گوش کنین که من تیر میکنم 1600 حدیثه 600 حدیثه در زینشان انتقاد در جای آمد استاد اشتباه کرده بود در درس نام یکی از راویا مقلوب آمد به جای پدر نام بچه و به جای بچه نام پدر و امام بخاری صحیح یاد کرده بود گفت اینجا غلط کردی استاد محترم بسیار ببخشید دمیجا شما یک مراجعه به کتاب حدیث بکنید قار شد استاد خیلی قار شد اولین بار است که به همچنین انتقاد شاگرد ما روی برو میشه گفت چون حدیث پیغمبر علیه الصلاه و السلام است باید احتیاط شود اینجا است که وقتی به کتاب خود مراجعه میکند میبینه که گفته امام بخاری درست فردا که در درس میگه کجا شده می طفل دوست شبالا میگه بله عبدالله اینجاست محمد ابن بخاری اینجاست محمد ابن اسماعیل بخاری بله اینجاست میگه امو جایی که از ما اشتباه شده است همه گیتان آنچه که طفل گفت صحیح است امور همه گیتان تصحیح بکنیم که غلط از ما روایت شده است ای از شان علما که در جایی که اشتباه خود درک میکنن بر میگردن حضرت عمر با مو شدتشان با مو قوتشان
از نظر خود برمیگردن، از فراز منبر میخوان که قانون تصویب بکنند که دو مهرها بیشتر نباش. در زمان خلافت حضرت امیرالمومنین عمر رضی الله تعالی عنه زنا بیشتر مهر تا قضای مهر بیشتر میکردن، خواست که قانون تصویب بکنند که حد اعلای مهر باید کنترل شد. از فراز منبر وقتی که گفت که میخواهیم که قانون تصویب شود، چون منبر خود پارلمان بود، مسجد خود پارلمان بود، فیصله ها میشد، شوراها میشد، در حالت که حضرت عمر این جمله را از زبان مبارکشان بیرون کردند و در صدد تصویب شدند که یک زن از آخری صف دست خود بالا کرد، گفت که یا عمر اعطانا الله و تمنعنا، خدا به ما حق داده و تو ما را منع میسازی، تو کی که خدا در قرآن میگه و آتیتم احداهن قنطارا، وقتی که میپردازین یکی از شما به خانمتان مهر، قنطار در زبان عربی پول و مال و دارایی بیشمار، خداوند اوجا حدی را تعیین نکرده است، تهدید نکرده است، و تو آیا گفت که بکشینش؟ هلا نه خیر، یک مکس کرد و گفت که اخطا عمر و صدقت المرأة، عمر اشتباه کرد، اشتباه ما پی بردم، و همشیره راست گفت. ببین دوستای عزیز، فیصله قاضی علیه امیر المومنین علی میشه رضی الله تعالی عنه، قوی ترین انتقاد است بالای امیر المومنین، در حالی که امیر المومنین علی برحق است در قضیه دعوه، در جانب مقابلش یهودی قرار دارد، فیصله میشد علیه امیر المومنین علی. آیا قاضی را برطرف کرد؟ بلکه به قاضی میگه که هنوزم عدالت در گفتگو مرا عد نکردی. گفت چطور؟ گفت چرا مرا ابوالحسن گفتی ترام کردی در شعبه قضا و او مردکه یهودی را نامش گرفت؟ این باعث میشود که مردکه یهودی مسلمان میشد، به دین اسلام مشرف میشد. دستای عزیز، این مرض در ما و شما باعث همیشه وقت یکی از جمله بدبختی ها و عقب ماندگی من امین است، خودخواهی، تکبر. من هیچ اشتباهی ندارم، هیچ ضرورتی به مشاور ندارم، هرچی که خودم اتخاذ کردم، موقف را که خودی ما اتخاذ کردیم او درست است، کس حق نداره که به من مشوره بده. این بزرگترین اشتباه است. استاد، من استاد هستم، تو شاگرد، من شوهر هستم، تو خانم، من حاکم هستم، تو محکوم، من مدیر هستم، تو مامور، من رئیس هستم، تو مدیر، من وزیر هستم، تو رئیس، من پادشاه هستم، تو رعیت، حق نداری که انتقاد بکن. این هست از جمله اسباب تباهی جامعه، بلکه هر انتقاد سالم، مشوره درست، نصیحتی بجا، باعث تکمیل شخصیت انسان، یک وقتی که انسان در یک موقف اجتماعی بزرگتر قوی داشته باشد، باعث پیشرفت جامعه، ارتقای جامعه، وحدت و یک پارچگی، قوت جامعه، تکامل جامعه می شود. نسای عزیز، از این بیشتر وقتا نمیگیرم. به هر حال کلماتی که گفته شد پیرامون مشوره، پیرامون نصیحت، پیرامون انتقاد، نصیحت، مشوره، انتقاد، مشوره و نصیحت قبل از وقوع حادثه است یا قبل از اقدام به عمل است که باید مشوره بگیریم، در هر کار از اهل مشوره مشوره بگیریم. و عین شکل نصیحت و خیرخواهی من به همه برن، ولی ائمه المسلمین جمله آخر از یادم رفت، آخر حدیث که قسم پنجم بود، ولی عامتهم، نصیحت برای مسلمانان، جامعه، افراد جامعه. میبینی که برادری مسلمان شراب خورده رایست، برادری مسلمان شراب خورده رایست، با دوزخ روان است، برو در پالویش بشی، از دستکش بگیر. برادری عزیز، یک کار کاری نادرست است. با تو چی؟ ولا درست است، با من چی؟ یک فکر که سری از این موضوع، برادری مسلمان سود خورده رایست، از دستکش بگیر. برادری مسلمان در مرض رشوت مبتلا است، از دستش بگیر. برادری مسلمان در بدبختی و بینمازی مبتلا است، از دستش بگیر. چرا؟ نگو که الحمدلله من انسان خوب هستم، من انسان نمازخوان هستم، من شراب نمیخورم الحمدلله، من فسق و فجور نمیکنم الحمدلله،
ما پنج وقت نمازم میخوانم، فامیلی ما الحمدلله صالح و مصلح، خودی ما صالح و نیک است. دوستی عزیز، بیاییم به پیغمبر صلی الله علیه و سلم که چی پیام دارد. یک فرض اجزا ادا کرده ای، فرضی دیگه مانده است. او چیست؟ او دعوت است، او خیرخواهی است، او نصیحت است. انصر اخاک ظالما او مظلوما. یا سلام، برادری مسلمانت ظالما باشه از دستش بگیر، مظلوما باشه از دستش بگیر. گفتن یا رسول الله، مظلوم خو کمک کردن خود درست، ظالم چی تو کمک شوه؟ گفت از دستش بگیر، از ظلم مناش کو، این خود همکاری است. و دیگر مثال میتن که در صورتی که در یک جامعه یک تعداد افراد جامعه به طرف تباهی مردم میکشانن، به طرف فساد و بدبختی مردم میکشانن، و تو تماشاچی هستی، به مسابه کسانی هستن که در یک کشتی روان است، تعدادی در منزل بالا و تعدادی در منزل پایین. کسانی که در منزل پایین هستن راه به آب ندارن، متوجه باش، با منزل بالا میروند، از منزل بالا ام وسیله آبگیری خود میاندازن و آب میگیرن. وقتی که یک بار دو بار سه بار عبور کردن، مردمایی که در منزل بالا هستن میگن او برادر ما را خو اذیت میکنین، هیچ جهل است که هر روز میین از بالای ما تیر میشین و آب میگیرین، راهی با او نمیمونه. در منزل پایین اینها میگن که چرا دیگه منزل بالا بریم، از همین جا کشتی را غار میکنیم آب میگیریم خلاص. در همین حالت رسول الله صلی الله علیه وسلم میفرماید که اگر کسانی که در منزل بالا هستند از دست این برادران و همسفران خود اگر گرفتن و منع کردن، همگی به ساحل نجات رسیدن. در غیری از او گفتن که ما خود جای من خوب است، او غرق میشن که داخل کشتی او میشن، ما خود بالا هستیم. وقتی که او داخل کشتی شد در منزل پایین همه غرق میشن. دستای عزیز، ما و شما در همچنین موقفی قرار داریم. خودت کاری خیر انجام میتی، کوشش بکن که این کار خیر ترویج شود در ما بین همه دی. برادری مسلمان تا شما جوانا خصوصا، یکی از برادرای ما و شما الحمدلله که اونها اسماء الحسنای شریفه سه لک مراتب اینها خواندن و اسماء الحسنا که 99 نام خداوند جل ذکره است، پیغمبر بزرگوار علیه الصلاه و السلام میفرماید که من احصاها. ببین کسی که را حفظ میکنه یا میخوان باعث دخولش در جنت میشه. و ما حتی از خودی تو بیادر، از خودت ما خواهش میکنیم که در حق ما و ملت بیچاره و مظلوم ما تو دعا بکن و خداوند از تو ای عمل قبول بکند و بر برکت اسماء الحسنا همه مشکلات امت و ملت مسلمان افغانستان حل بشه. دوستای حیات عزیز، خلاصه همیشه خوب به این دین عمل بکنیم و یکی دیگه از دستی دیگر را بگیم. باز خصوصا شما جوان ها، از شما خواهش معنیست که شما بسیار نقشی مهم و عظیمی را دارید. ما به شما جوان ها میبالم، ملت به شما جوان ها میبالم. امروز شاگرد هستیم، فردا استاد هستیم. به یاری پروردگار امروز در افغانستان بیشتر مساجد موج میزنه از این گوهرهای بیش قیمت جوانا. شما همچنینی که خداوند توفیقتان داده است به مساجد میاین، در پوهنتون میباشین، در دفتری کارتان میباشین، در مکتبتان میباشین، برادرای خدا دعوت بکنین به طرفی راه خوب، چرا که امروز تمام انواع فساد دشمن با قوت ترویج میکن. یک وقتی بود که میگفتن که فلانی والا انسان خوبی نیست، فیلمای هندی را در سینما میره میبینه، فیلمای هندی را در سینما میبینه، شهادت این مردود است. امروز در یک تکنولوژی کوچک که از او میتانه که به صدها جلد کتاب ثبت بکنی و از او استفاده بکنی، میتانه که یک مدرسه به تو باشه، او یا حجت بر توست یا حجت برای توست. ببینید که در اینجا یک نکته مهم است، من خلاف تکنولوژی نیستم، این تکنولوژی را ما اگر در خدمت اسلام و دعوت قرار بدیم، یک مموری که برای چند هزار کلمات یا چند لک کلمات می باشد و چند هزار مسائل مفید می باشد که تو با خود داری و استفاده می کنی، مسائل میراث، مسائل احکام، مسائل حقوق، مسائلی که اخلاق در اسلام به جای از او. امروز دشمن فیلم های سکس داخلی از او تخزین کرده و بالای قلبی جوان مسلمان مانده است. این وظیفه ای تو جوان است. این جوان از کجاست؟ ای از ما و خودت است. نگذاریم که خدا ناخواسته
اهمال و غفلت من باعث یدی شود که جوانا فاسد شود، جامعه همان، وگرنه این مو کشتی است که همگی غرق میشه. بسیار به خوبی به برخورد خوب با جوانا بشینین، بفهمانینشان، رفاقت با امرایشان بکنین، به مسجد بیارینشان، نصیحتشان بکنین، قسمی که خدمتتان عرض شد با آداب نصیحت، تا او که فکر نکنه که تو چه کارگر هستی و چه کار داری، نه، او یقین داشته باشد که واقعا که برادر مسلمانی من در غم خودش نیست بلکه در غم ما هم است. و این کثافات دور از قداست مسجد و منبر، این کثافات غرب و این کثافات به ما همیشه سرازیر میکنند. فکر باش ارمغانی که به ما سرازیر میکند همین کثافات و کثافات دانی است. به ما علم نمیتن، به ما تکنولوژی نمیتن، چرا که کامیابی و موفقیت و پیشرفتشان همیشه در فقر ماست، در عقب ماندن ماست، در جهل ماست، در دور بودن من از دین و ثقافت و فرهنگ اسلامی و افغانی من است. اینجاست که یک خطرناکترین ضربه است، دشمنی که اصلا دیده نمی شود. اخلاق، ارزش، هر چیزی جوان از پیش گرفت. از این سرزمین نابغه ها سر کشیدن، امروز تو را مصروف نسازن در این فیلم های سکس و در این حربه اخلاقی. خدا نخواسته که همیشه مثل که عالم اسلام امروز در ردیف کشورهای جهان سوم و در زبان عربی میگه الدول النامیه، کشورهای زبان نامیه به معنی رو به انکشاف ما شما میگیم، و ما یکان وقت میگفتم که الدول النائمه، نائمه به معنی خواب برده، در کشورهای خواب برده قرارمون دادن. و ای به پروردگار بازوی پرتوان شما جوانا به حرکتتان به طرف در روشنی شریعت و ارزش‌های اسلامی و افغانی، به طرف رسیدن به علم، به دانش، به تکنولوژی و به فکر کشور بودن، تا اینکه خداوند از این مصائب ما و شما را برای همیش آزاد و آباد داشته باشد. ربنا تقبل منا انك انت و علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. رب العالمين بلطف و کرمت کلماتی که گفته شد پراگنده و درگاه خود قبول بکن، از گوینده و از شنونده قبول کن. الهی به همگی ما توفیق عمل عطا بکن خداوند. الهی ما برای کج روان استیم، هیچ کس نمیتاند که از این راه دوباره ما را برای راست بیارد غیر از تو. رب العالمین از دست ما بگیر و برای راست ما را سوق بده. الهی کسانی که به خاطر سربلندی دین و شریعت محمدی مبارزه میکنند پیروزشان داشته باش. الهی کسانی که علیه دین و ارزش های ما توطئه میکنند پروردگارا، علیه وطن ما توطئه میکنند، دستایشان قطع بکن. الهی وحدت و یک پارچگی را در مابین ملت مسلمان افغانستان حاکم بساز و در مابین تمام امت اسلامی پروردگارا حاکم بساز. تمام کره زمین با کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله مشرف ساز. تمام مریضها را شفای کامله و عاجل نصیب بکن. خدای هر برادر و خواهری که حاجتی داره حاجتشان برآورده خیر بساز. و صلی الله تعالی علی خیر خلق محمد و آله و صحبه اجمعین. بیا کزوادتی امت نظامی تازه سازم، درفشی سبز دینی حق بشر و ده بر افرازم، بشر و ده بر افرازم. توی مردی که خصمی تو زی شمشیرت بجان آمد، بیا تدبیری نو فرما که تزویرش براندازم. توی مردی که خصمی تو زی شمشیرت بجان آمد، بیا تدبیری نو فرما که تزویرش براندازم. بیا که از وحدتی امت نظامی تازه سازم، درفشی سبز دینی حق بشر و ده بر افرازم، بشر و ده بر افرازم.